امروز میخوام تو این ویدیو 5 از شغل‌های پر درآمد رو توی هلند بهتون معرفی کنم. پس با من همراه باشید. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سوالی که خیلی رایج هستش اینه که آقا درآمد شغل من توی هلند تو چه رنجی هستش؟ چقدر میتونم انتظار داشته باشم که حقوق دریافت کنم؟ یا حتی واسه خیلی از کسایی که توی هلند هستن یه سوال پیش میاد که آقا حقوقی که من دارم میگیرم کمه، زیاده؟ من باید با مدیرم صحبت کنم که حقوقم بیشتر بشه یا نه؟ چرا؟ چون خیلی رایج نیست تو هلند شما از همکارت یا از کسی بپرسی که حقوقت چقدره تا بتونی آگاه بشی که وضعیت حقوقت تو نسبت به بقیه چطوره. اما اگر یه دیدی داشته باشی نسبت به حقوقایی که واسه شغل شما وجود داره، میتونید اون موقع حدس بزنید که حقوقی که دریافت می‌کنین کمه یا زیاده و بعد بر اساس اون میتونید تصمیم بگیرید که شغلتون رو عوض کنید یا با مدیرتون صحبت کنید که حقوقتون رو زیاد کنه یا هر کار دیگه‌ای که خودتون میدونید. بنابراین تو این ویدیو میخوام چند تا از زمینه‌های کاری رو بهتون معرفی کنم و بگم رنج حقوقیش چقدر هستش. ولی قبل از اون باید چند تا نکته رو در مورد حقوق‌ها توی هلند بگم که چقدر متوسط حقوق یک فرد تو هلند هستش و یه سری نکات دیگه. لطفاً اگر تا حالا سابسکرایب نکردین تو این کانال سابسکرایب کنید و قبل از اینکه این ویدیو رو تا انتها ببینید دکمه لایک رو بزنید، چون فکر می‌کنم موضوع جالبی باشه واسهتون. ادامه ویدیو رو ببینید. اول از همه بهتون بگم که آقا کشور هلند کشوری نیست که شما بتونید ثروتمند بشین. چرا؟ چون هر چقدر درآمد شما بره بالا، از اون طرف مالیات ها هم میره بالاتر و در کل مالیات ها توی هلند نسبت به سایر کشورها بالاست و خیلی شما راحت نمیتونید ثروتمند بشی. البته منظورم این نیست که نمیتونید زندگی راحتی داشته باشی، نه، شما میتونید به راحتی خونه بخری، میتونید ماشین بخری، میتونید تفریحات تو داشته باشی و زندگی راحت و مرفهی داشته باشی. اما اگر دنبال زندگی لاکچری هستی یا یک ایده خیلی خاصی تو ذهنت هست که میخوای یه پروژه خیلی خفنی رو راه بندازی و به درآمد کلان برسی، هلند جای خیلی مناسبی نیست. فکر میکنم کانادا یا آمریکا کشورهای بهتری باشن که شما بتونید تو این زمینه سرمایه گذاری کنید و یه آدم ثروتمند بشید. اما در کل توی هلند شما میتونید زندگی خیلی خوب، راحت و مرفهی داشته باشید. البته اینم بهتون بگم که شما از یه قانونی میتونید استفاده کنید که قانون 30% هستش، یا به اصطلاح بهش میگن معافیت مالیاتی، که تا 5 سال میتونید از اون استفاده کنید و مخصوص کسایی هستش که به صورت هایلی اسکیل مایگرنت یا واسه یه دکترا اومدن هلند و دارن حقوق دریافت میکنن. اگر میخواین بدونید که شما چطوری میتونید به هلند مهاجرت کنید از طریق کاری و یا ویزای کاری بگیرین، میتونید روی این علامت تعجبی که حالا گوشه صفحه میذارم کلیک کنید و اون ویدئویی که در مورد چه کشورهایی به ما ویزای کاری میدن رو تماشا کنید و بدونید که چطوری میتونید به صورت کاری به هلند مهاجرت کنید. اگر هم دوست دارید بدونید قانون 30% یا این قانون معافیت مالیاتی چی هستش و چه شرایطی داره، دوباره روی این علامت تعجبه اگر کلیک کنید لینکش رو پیدا میکنید. قانون 30% ویدیو در موردش آماده کردم، حتما ببینید و فکر میکنم که بتونید با این موضوع معافیت مالیاتی هم آشنا بشید. مورد بعدی اینه که آقا اصلا حقوق یک فرد توی هلند به طور متوسط چقدره؟ حقوقی که شما به طور متوسط میتونید توی هلند دریافت کنی حدودا 36000 یورو در سال هستش، که اگر بخوای اینو در ماه حساب کنی میشه 2700 یورو در ماه، که این حقوقی هستش که هنوز مالیات ازش کم نشده. اگر مالیات ازش کم بشه یه چیزی بین 2300 تا 2400 یورو دستتون میاد، که اگر اون قانون معافیت مالیاتی رو داشته باشین طبیعتاً مالیات کمتری رو پرداخت میکنین و از اون 2700 یورو پول بیشتری به خودتون میرسه به جای اینکه بخواید مالیات بابتش پرداخت کنید. و حالا هر چقدر حقوق شما بره بالاتر، خب طبیعتاً مالیات که باید پرداخت کنید بیشتر میشه و هر چی حقوق شما بیشتر باشه اون قانون معافیت مالیاتی خودش رو بیشتر نشون میده. شما وقتی حقوق خیلی بالایی داشته باشید و قرار باشه مالیات خیلی زیادی رو پرداخت کنی، حالا اگر از معافیت مالیاتی برخوردار بشی طبیعتاً حقوقت بیشتر میشه و اون قانون 30% بیشتر به چشم. خب بریم سراغ اون 5 تا بخش پردرآمدی که شما میتونید تو اون حقوقهای خوبی رو دریافت کنید و ببینیم رنج حقوقیش چقدره. بخش پنجم همون IT و انجینیرینگ هستش، که شما میتونید کارهایی رو به عنوان سافتویر انجینیر یا به عنوان مثلا بیزینس آنالیست یا خیلی از کارهای مهندسی انجام بدین و رنج حقوقیش چیزی بین 48000 یورو تا 66000 یورو در سال هستش. این رنج حقوقی که دارم میگم واسه یه آدمی هستش که حدوداً 3 سال تا 5 سال سابقه کار داشته باشه. حالا اگر شما آدمی هستین که سابقه کار بیشتر از این 5 سال هستش یا خیلی اسکیل های خیلی زیادی داری، خب طبیعتاً از این 66000 یورو میتونه درآمد بیشتر بشه و حتی تا 90000 یورو هم افزایش پیدا کنه. اما اگر یه آدمی هستی که تازه کارتو شروع کردی و سابقه کاری خیلی نداری، طبیعتاً درآمدت از اون 48000 یورو کمتره
و میتونه چیزی تا حدود 36000 یورو هم کم بشه. یعنی درآمد شما به عنوان کسی که کارشو تازه شروع میکنه میتونه حدوداً دور بر 36000 یورو تا 40000 یورو باشه. این بخش IT و انجینیرینگ هم درآمدش خوبه، هم بازار کارش خوبه. بنابراین اگر شما با برنامه‌نویسی، آنالیز داده ها یا کارهای مهندسی آشنایی دارین، درآمد خوبی میتونید توی هلند داشته باشید. بخش چهارم بخش فایننس هستش که شما میتونید تو شغل‌های عین مشاور امور مالی یا حسابداری یا تو شرکت‌های بیمه یا اداره مالیات و توی خیلی از شرکت‌های آی‌تی یا حتی مهندسین مشاور تو بخش فایننسش کار کنید و درآمد خوبی رو داشته باشید. رنج حقوقی بخش فایننس یه چیز بین 65000 یورو تا 85000 یورو در سال هستش که البته بستگی داره شما چه پوزیشنی رو انتخاب میکنید، سابقه کاریتون بیشتر از 4-5 ساله یا کمتر هستش و چه اسکیل هایی رو دارید. بر اساس اون میتونید متوجه بشین که حقوقتون چقدره، ولی رنجش بین 65 تا 85000 یورو در سال هستش که میتونه تا 100000 یورو هم افزایش پیدا کنه اگر شما با سابقه کار خوبی داشته باشین یا پوزیشنی رو که انتخاب میکنید وضعیت حقوقیش بهتر باشه. بخش بعدی بخش لیگال سکتر هستش که شما میتونید کارهای عین وکیل بودن، دستیار حقوقی، منشی دادگاه و خیلی از این شغل‌ها رو انجام بدین و رنج حقوقیش هم یه چیزی حدوداً 100000 یورو در سال هستش. طبیعتاً بستگی داره که شما چقدر تو کارتون حرفه‌ای باشین و دقیقاً پوزیشنی رو که انتخاب می‌کنید چی هستش. مثلا اگر شما وکیل باشین حدوداً 100000 یورو در سال درآمد دارین و اگر نوتری باشین یه چیزی حدوداً 65000 یورو در سال درآمدتون هستش. یکی از بخش‌های پردرآمد همین بخش لیگال هستش. بخش بعدی بخش اویشن هستش که شما میتونی خلبان باشی، میتونی کمک خلبان باشی، میتونی تو برج مراقبت کار کنی، میتونی مهندس مکانیکی باشی که هواپیما رو تعمیر میکنه، بخش مختلف هواپیما رو. حالا من دقیقاً چون خودم تخصصم این نیست نمیتونم خیلی دیتیل بشم تو پوزیشن‌های مختلف این رشته، اما این شغل‌هایی هستش که درآمدش به شدت خوبه و یه چیزی حدود 110000 یورو در سال درآمدتون هستش اگر توی این بخش‌ها کار کنید. یکی از اون شرکت‌هایی که هم استخدام خوبی داره و هم شرکت هلندی هستش، شرکت هواپیمایی KLM هستش. کلی هم نیروی کار استخدام می‌کنه. البته توی این دوران کرونا 100% وضعیتش خیلی جالب نیست، اما اگر اومدین هلند و اگر تو این زمینه سابقه ای دارین، تجربه دارین، میتونین به این شرکت فکر کنید و درآمدهای خیلی خوبی رو داشته باشید. و در نهایت پردرآمدترین بخش، بخش مدیکال هستش، بخش پزشکی که شما میتونید درآمدهای خیلی بالایی رو داشته باشید. از یه پزشک عمومی گرفته تا یه جراح یا حتی یه دندونپزشک، شما درآمدهای خیلی خیلی خوبی رو خواهید داشت. اگر یه پزشک عمومی باشین حدوداً 85000 یورو در سال درآمدتون هستش. حالا اگر سابقتون بیشتر بشه خب درآمد بیشتری رو خواهید داشت. اگر یه جراح باشین درآمدتون خیلی بیشتر از این هاست و اگر یه دندونپزشک هم باشین درآمدت یه چیزی دور بر 100 تا 120000 یورو در سال هستش که درآمد خیلی خوبیه. اگر شما تو یکی از این 5 تا بخش کار کنید و اگر بدونید که چه پوزیشن هایی تو هر کدوم از این بخش ها هستش، میتونید شغل مناسبی رو انتخاب کنید و درآمد خیلی خوبی رو داشته باشید. یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگر تا الان تو این کانال سابسکرایب نکردین لطفاً فراموش نکنید و تو این کانال سابسکرایب کنید. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.